ادامه تنش‌ها در مجلس نمایندگان افغانستان. اکنون این مجلس به دو دسته تقسیم شده. یکی طرفداران میررحمان رحمانی که دیروز به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد و دسته دومی آنانی که به رهبری کمال ناصر اصولی صدای مخالفت بلند کردند. مسئله قانون، مسئله شریعت، حیثیت و آبرو عزت افغانستان برای هیچ کدامشون مثل که برای نخبگان ما مطرح نیست. تنها راه شاید این باشه که مایک پامپیو مثل جان کیری وارد شوه امشب و چوکی ولسی جرگه را هم به عین غین ثانی تبدیل کنه. بر رسانه ها هم اجازه داده نشد تا از داخل مجلس گزارش به دست بیاورند. اما در بیرون از مجلس این دسته ها هم دیگر را به نقض وظایف داخلی متهم می سازند و حتی اتهام رشوه‌دهی بر هم دیگر می بندند. هر کسی که مطابق اصول وظایف داخلی پارلمان برنده میشه و امی چوکی را اعراض میکنه، ما برشان تبریک میگیم و همراهشان همکار هستیم و رئیس ما در 5 سال آینده خواهد بود. البته کسی که مطابق با اصول وظایف داخلی نصاب اکثریت 50+1 پورا کنه. دیروز پورا نکردن. قرار بود امروز انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان برگزار شود، اما به علت این تنش‌ها به تعویق افتاد. اما دیروز در انتخابات گزینش رئیس مجلس نمایندگان چی گذشت؟ روند دیروز رأی‌گیری بسیار خوب پیش رفت. نصاب 247 نفر بود. اگر با اون نصاب 247 نفر رأی میداد، آقای رحمانی برنده نمی‌شد. ولی کسایی که رأی داد در نهایت امر که جمع‌بندی شد 244 رأی از صندوق برآمد. در صورتی که 244 نفر رأی داده باشه، بله آقای رحمانی برنده انتخابات دیروز هست. سرانجام برای حل این تنش‌ها هیئتی از دو طرف و اعضای بی‌طرف مجلس تعیین شد تا روند دیروز انتخابات ریاست مجلس را بررسی کنند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.